به نام ایران، به نام ایران. با توجه به تحولاتی که بین 1954 و امروز 2011 انجام شده و عواقب خیلی وخیم و دگرگون کننده برای ملت و مملکت ایران من پیش بینی میکنم، لازم میدونم بدون اینکه به وضعیت جانی خودم، امنیت خودم توجه داشته باشم، چند کلمه ای رو راجع به ایران بگم. دولت آمریکا در سال 1856 اولین قرارداد با ایران بست و پیشرفتی که در ایران شد در اواخر قرن 18 و تا سال 1974 ایران مرهون آمریکاست. بلخص ایران با توجه به همکاری که داشت با آمریکا، دبیرستانی به نام دبیرستان البرز که اون وقت کالج آمریکایی نامورد میشد به وجود آورد و در اون افرادی که درس خوب میتونستن بکنن بعد از یک امتحان اولیه میتونستن برن در خارج تحصیلاتشون رو بکنن یا در خود ایران، و اینها میومدن در ایران خدماتی مثل وزارتخونه یا کارشناسی انجام میدادن و دولت ایران اداره میشد. این اکیپ و یک دبیرستان دیگه هم بود به نام هدف، ولی کالج و دارالفنون اولین دبیرستان ها بودن که این پیشرفت در ایران به وجود آوردن. و بالاخص در دبیرستان البرز که جناب آقای دکتر محمدعلی مجتهدی ریاست آن رو داشتند، افراد نخبه‌ای رو اونجا تربیت کردنشون، چون از معلمین دبیرستان البرز همشون اساتید دانشگاه بودن که آقای دکتر محمدعلی مجتهدی اونها رو به کار گمارده بود و تدریس دبیرستان رو معلمین معمولی نمی کردن. غیر از این چندین دانشگاه بود، از جمله دانشگاه بود به نام آریامه که اسمش رو عوض کردن اینها آقای مله ها یه اسم دیگه، و و و و در کل ایران پیشرفت میکرد. آمریکایی‌ها یه مؤسسه به نام اصل 4 رو به وجود آورده بودن، پلان اند باجت اورگانایزیشن یعنی سازمان کل برنامه ایران رو به وجود آورده بودن، سیستم ایران رو برده بودن رو برنامه، رو حساب، رو کتاب، و ایران داشت پیش میرفت. در سالهای 1954 که ایران میخواست از طریق دکتر محمدعلی مصدق یک مملکت واقعا حساب شده تری باشه، متاسفانه آمریکایی‌ها با توجه به اینکه به نصیحت و پند انگلیسی‌ها گوش دادن مثل 1976 که خمینی را آوردند، سرشون کلا رفت، مصدق گذاشتن کنار، شاه رو نگه داشتن، بقیهش معلومه. شاه با توجه به افراد البرزی، افرادی که تو البرز درس خونده بودن دورش بر شاه بودن، باز رفت طرف تکنولوژی و پیشرفت تا 74. در 74 دولت جمهوری اسلامی، 75-76 دولت جمهوری اسلامی بنیادگذاری شد از طریق مشاورین غلطی، دانشجویان بی سواد و بی شعور ایرانی که در آمریکا بودن و کانال زده بودن اخوان مسلمین به یهودیان. دقت بفرمایید، همون افرادی مثل میرحسین موسویان، سفیر ایران در آلمان، سابق ایران در آلمان، و افرادی شبیه اون، خیلی افراد هستن، آقای سفری بود بین اونا، آقای اون دیگه بودن که مله‌ها شعور تماس نداشتن خودشون، آقای رفسنجانی این شعور رو نداشت خیر، ولی میرحسین موسویان و افرادی باند رفسنجانی این کار رو تونستن بکنن، تونستن با افرادی مثل کیسینجر و شلیسینجر تماس بگیرن و بگن که بله جمهوری اسلامی باید بیاد. آقای کیسینجر که یکی از مشاورین اصلی آمریکا بود، سرش کلاه رفت و جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرد به آقای جیمی کارتر. آقای جیمی کارتر هم با توجه به حماقت ذاتی که داشت این رو قبول کرد و بقیه رو میشناسید. جمهوری اسلامی با کمک جبهه ملی ایران که بزرگترین خیانت ها را در زمان مصدق به خود مصدق کرد و به شاه کرد و به ایران کرد، جبهه ملی اینا را آورد. سه تا عامل مهم ما داشتیم، یکی بیسوادانی که در آمریکا میگشتن به عنوان رابطه بین مله ها و جهود ها،
یکی جبهه ملی و یکی هم افراد بیشعوری که سواد داشتن و شعور و سواد واقعی نداشتن، سر دهقان‌ها، سر کارگرها کلاه گذاشتن، اینجور گوی را بودن. مستضعفین ایران در این بحث نیست که مستضعف‌تر شدن. درسته که تعداد خیلی کمی هم میلیاردر شدن در ایران، اما اون گروه انگشت شمار هست. حالا میاییم سر وضعیت فعلی ایران. در ایران مغزها درو شده. از طریق یه دانشگاه بی سواد سازی به نام دانشگاه های آزاد، دانش و فن و علوم رفته عقب، همه شده تئوری، نه اپلاید سجیل پژوهش کار بودی، نه تکنولوژی. در این حین آقای رو به نام آقای احمدی نژاد آوردن که آقای احمدی نژاد خودش نوچه آقای که آقای هاشمی رفسنجانی، حکومت از ایران دست ایشونه. آیت الله رهبرم ایشون درست کردن، حکومت فعلی ایران هم ایشون اداره میکنن. نوچه های قدیمی آقای رفسنجانی هم باز با آقای هنری کیسینجر و یهودی ها تماس دارن، با دولت آمریکا تماس دارن. و اینجا میایم ما سر بحث با آمریکا. آمریکا نمیتونه یک بار بیاد بگه که من میخوام ایران بسازم، پشت پرده بره با آقایون حرف بزنه. آقای قدس‌زاده رفت با این حرف زد، تمام پتاهاش رو آب ریختن. آقای قدس‌زاده پسرخونده امام خمینی بود، آقای خمینی داد کشتنش، پسرخونده خودش رو داد کشتن. ایران احتیاج به تکنولوژی داره، به عقل و درایت داره. فعلا روسا رو آوردن، آقایون ایران با آوردن روسها در ایران، در بحر، در پرشنگاف، در خلیج فارس، مسئله برای ما حل نمیشه. که ما اگه میخواییم حل کنیم مسائلمونو، ما باید بگیم خب آقای ملاها ما شما رو نمی کشیم، ما شما رو نمی کشیم. آقای رفسنجانی پول داری 80 میلیارد، بیا تو ایران خرج کن، بیا تو ایران کارخونه سازی کن، بیا از فهم و شعور و درایت و اینتلیجنس خودت تو ایران استفاده کن. ما مستضعف زیاد داریم، تریاکی هایی که چو دور و بریاد به اونا تریاک دادیم، تریاکی شدن، اونا کار دنبال کار میگردن، اینا رو نجات بده، کار واسه جوان ها درست کن. آخه این چه وضعه؟ این چه وضع بدبختی تو ایران آوردی؟ شما مای عقلت نمیرسه که با 72-73 میلیون و با قرآن و دعا که نمیده نداره کرد کسی؟ این واسه تکنولوژی لازمه، کارخونه لازم. عزیز من با آدم کشی و آدم رو تو توبری کردن از پل انداختم پایین کار مملکت اداره نمیشه که. آخه اگه اداره میتونستی بکنی تو این 33 سال کرده بودیم، پس شما نمیتونیم بکنی. اجازه بدیم یک افرادی که وارد ترند به اونا امکانات بدیم درن جلو. فعلا دور خودتونو افراد بیشعور و بیسواد و دانشگاه آزادی پر کردن، با اینا شما ایران رو نمیتونی اداره کنی. با اون لاتهای روسی هم که آوردین تو ایران، با ارتش روسیه، با راکتهایی که از روسیه خریدی و بمب اتم و مولان، با اونم ایران رو اداره نخواهید کرد. جوانان ما احتیاج به کار دارن، اجازه بدید با عقل، با درایت، با فهم، با شعور اداره کنیم. مملکت آمریکا داره فعلا از ایران سوء استفاده میکنه پشت پرده، با همکاری که به جنابعالی و دوستانتون داره. مملکت انگلستان داره استفاده میکنه، مملکت روسیه فقط ملت ایران استفاده نمیکنه. این مملکت مال ایرانیاست. کی ما ملا داشتیم سر حکومت غیر از زمان قاجاریه و یه مقدار خیلی کمی هم زمان پهلوی؟ ما ملا تو حکومت داره چیکار میکنه؟ ملا تکنولوژی بلد نیست. آقا شما میخوای ملایی کنیم وایس کنیم، ولی اول بریم دانشگاه‌های نه آزاد، دانشگاه‌های درستاوی درس بخونیم، لااقل یه دونه لیسانس داشته باشیم. با لیسانس بیاییم سر کرسی با هم حرف بزنیم، بریم بالای منبر حرف بزنیم. شما کی حق داده بگیم که ملت ایران رو یه نفر تصمیمش میگیره، اونم ولایت فقیه؟ مگه ملت ایران 73 میلیون یه نفر عاقل توش هست، اونم ولایت فقیه؟ یه نفر هم رهبره؟ هم چیزی نمیشه. لیسانس این رهبر کجاست؟ دیپلم این رهبر کجاست؟ کی به این اجازه رو داده این کارو بکنه؟ مملکت دارین شما به باد بدین، مملکت ایران داره تیکه تیکه میشه. ایرونی از جونشون میترسن، ولی یه بار هم ممکن از جونشون نترسن.
ممکنی بگین آقا نمیخوایم ما ملا نمیخوایم. شما قدرت کل دنیا شدین برای خودتون، ولی در اون محدوده که هستین قدرتین، در محدوده بین‌المللی که نیستین. ارتش روسی رو آوردین در جنوب ایران، فردا ممکن عربستان و سعودی ممالک دیگر رو بگیره. این استراتژی، چه استراتژی مزخرفی که شما پیاده کردین در ایران. همین استراتژی هم بود شما آذربایجان داده بودین به روسا، شما جنوب ایران داده بودین به انگلیسی ها. این مملکت مگه بی صاحبه؟ مگه تبریزی ها مردن که شما این کار رو داریم میکنین؟ ما تبریزی نمردیم. بنده تبریزی هم به افتخارم دارم که در تبریز در خیابان در پیر دربنده متولد شدم، دربند پیر متولد شدم. به شما بنده به عنوان یک ایرانی اجازه نمیدم مملکت من تیکه بکنید، جوانای منو بکشین. به چه حقی شما جوانان ایرانو میبرید بکشتن؟ به چه حقی جنگ شروع میکنید؟ ما شانسی تو این جنگ نداریم. که اسلحه‌ای که شما از روسیه خریدید به درد ما نمیخوره، در 48 ساعت اینا آمریکا به میبره. شما چشتون رو واکن ببینه آذربایجان شمالی چی کار کرده، دبی چی کار کرده، ترکیه چی کار کرده. آخه اینقدر بیعقلی، با کی میخواییم به جنگیم؟ با دنیا؟ برین اول 10 تا تولد از تهران تا شمال بذارین، از تهران تا مشهد مقدستون بذارین، ببینید مردم میتونن دستشوی برن، ارزه توالت گذاشتن داریم. بعد بریم بمب اتم درست بکنیم، بعد بریم پشت میز با آقای میر حسین موسوی و با آقای کیو 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 سفری با آمریکایی یا آقای کیسینجر حرف بزنیم. شما دست نشانده اسرائیل آمریکایی خودتون، شما تمام بیزنس رو دستون گرفتین. بس به ملت ایران چی میرسه؟ فقط چند گرم تریاق؟ آخه این نشد که، این شو زندگی این جوانای ما، دختران ما باید برن شوهر، نه اینکه کنار خیابون وایسن خود فروشی کنن. استدعا میکنم برگردین به عقل، به شعور. شما برین قم، جای دیگه هم نمیتونین برین، جای دیگه برین ایرونیا میگن تیکه تیکتون میکنن. ما به شما انا امکان میدیم زنده بمانید، 80 میلیارد تونو بیارین تو ایران خرج کنید. استدعا میکنم با ایرانیا اینطور نکنید. ایرانیا اگه برگردن اون روشو بکنن، شما امکان اینکه در ایران 24 ساعت بمونید ندارید. این رو دولت انگلیس هم که شما را آورده میدونه. به این جهت فکر اینه که ایران رو تیکه تیکه بکنه، چون با وضعیت موجود شما ایران را نمیتونید اداره کنید. این امکان تو شما نیست، ارزه ندارید. سه گردونه اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی رو شما نمیتونید اداره کنید. برگردین سر کار اولیتون، اون کاری که میتونید و از او چیزای دیگه تون. اما بعضی که لیسانس گرفت دیگه، این دفعه از اون دفعه ها نیست که همینطوره هر کی از شکم مادرش اومد بشه واعظ. متشکرم. به ایران فکر کنین نه به خودتون.